دا نو په دې ګرم هوا کې کنه چې کور ته یوسئ په یخچال کې کیږدئ او لږې سړې شي یخې شي بیا یې ماتې کړی او مالګه پرې واچوئ نو ځانګړی خوند لري. خواد بگویم که یک سیر شما چقدر میشه؟ 7 کیلو. یک سیر ما 7 کیلو میشه. او بارگی گشتیم دی گشتم خیر بیغرازه دیگه زورت میرسه 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 دیگه بخاطر از اینکه کلان هست کلان هست ایش گپی نیست او مختار است دید یک سال هم میگی تا قدش میشه رای نسن خدا چه نه ایم آمده نیکه تربوز و خربوزه خورده البته خوش آمدیم تربوز کنم کابل مارکیټ بیرون تک ملار لنده ټول افغانستان کې نور ولایتو ته ځي که چیرې مثلا خبر خارجي تجارت لرله نو دغه دیقان مال ښه به ته سره پای نفر تقسیم میکنه چهار موتر سه موتر پنج موتر دیگه روز تا بالا میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د سن رایز افغانستان لیدونکو خیله د ټولو روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم لیدونکو لکه څنګه چې تاسو پیل کې تصویرونه وکتل راغلی یم د کابل ښار تیمنی سیمې ته او دلته د تازه میوې د لوی مارکیټ ته او ماشاءالله نو په دې ورځو کې د افغانستان هندوانو او د دې تر څنګ د خټکیو بازار ښه صحیح ګرم دی او دلته دغه مارکیټ ته بیا د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه هندوانې او د دې تر څنګ خټکی راځي د بیلابیل ولایتونو هغه خټکی هغه هندوانې چې خاص او ځانګړې نوم لري او داسې سترې خوندورې خربوزې او خټکی دي نو غواړم چې نن په دغه مارکیټ کې تاسو ته دغه بازار در وخیم په دې ورځو کې نو د دغه میوې حاصلات بیخي ډیر دي ماشاءالله په ډیر ولایتونو کې د افغانستان کېږي چې زیاتره خلک کې خوښوي بیا د فراه او داسې نیمروز هلمند اخوا د شمال لور ته د کندوز بغلان مزار شریف او داسې بیلابیل ولایتونو څخه دلته دغه خټکی او هندواڼې راځي نو غواړم چې نن تاسو ته دغه خپرونه دلته چمتو کوم د مثال په ډول تاسو وینئ دغه هندواڼې ځانګړی نوم لري په افغانستان کې او ډېرې خوندورې خوږې دي دا نو په دې ګرمه هوا کې کنه چې کور ته یوسئ په یخچال کې کیږدئ او لږې سړې شي یخې شي بیا یې ماتې کړی او مالګه پرې واچوئ نو ځانګړی خوند لري نو غواړم دلته له خپلو وطندارانو سره به خبرې اترې ولرم پیل کې تاسو یو څو انځورونه درسره وګورئ
لیدون کو بیا هم خراغ لاستر سنگ می یو دروند جسه بولار دے چی دوی هم دلتا دغه مارکیټ او دغه بازار کې د خټکی او وینګوانو کار کوي له دوی سره به یو څو خبرې ترې ولرو. حاجی صاحب بازم سلام، خوبستین؟ بخیر باشی جناب جوان، وخت سات زندگی بخیر میگذره. بخیر باشی، بخیر میگذره ان شاء الله. میشد اول با دوستای عزیز ما خود معرفی کنید؟ محمد ولی هستم از ولایت قندوز. بسیار خوب حاجی صاحب، ماشاءالله از مو جای خربوزه و تربوز هستید. بله بسیار خوب. زندگی هم دا قندوز است؟ قندوز است. بله دمی وقت بازاری تربوز و خربوزه میای؟ بله یعنی میره گاوردیم همی جمعیم خودمو. خب از اموجه دیگه بار کده میریم بار کده همینی میجاوردن با مارکیت کابل. ما شاءالله چطور بود دا قندوز حاصلات تربوز و خربوزه؟ حاصلات خو خیلی غلیمت است، مگه مینالی که دیقان هرچی که زحمت میکنه از امجه مصرف میکنه مصرف میکنه، یعنی وقت هیچ چیزی نیست. یک موتره با 26 هزار رفت هزار میگیریم همی پیزه مصرف امرو پوره نمیکنه دیقان چی بکنه؟ بدبختانه. چرا؟ ای که خرید یه نمیرخم نیه کدام سرطانه از گیره بانی پنج سبان نه کدام چیزی دیگه است. ای هم وجه بکن بیاری جلی لام گو که خراب نشه، ولی پنج روز گیره میدون نه خراب میشه. بلکل هم تو هست ای علت تامی از به نظرم که یک بار دمی کل ولایات افغانستان دیگه حاصلات تربوز و خربوزه میبراید، بازار هم تو خوب گرم میشه، زیاد میشه نی حاصلات امو هست که دیگه بازار باز کم میباشه، هر کس دیگه ورخطا میباشه که امو مال خود زود بفروشه. ولی ام خود ما مای ورخطایی گیرم میدون نگه ارزون هم از خراب نشه و از خاطری نمیگه. بیا شکر است، باز هم شکر است. شکر است بلکل. هم کمش هم شکر است. اگه اینم ای بود باز چی میکردی؟ هیچ هیچ. بلکل. دیگه در مورد از یک با ما بگوین که چند رقم تربوز و خربوزه در قندوز میشه؟ در قندوز صاحب یه نمیره علا پوچاق میگه نیمیشه، سوزباغز میگه نمون میشه، اونو تربوزه از قلانی میشه، دیگه علا پوچاقشو هم میشه و دیگه نمی چیزا سای برکانی میگن از کلانی میگن همه چیز میشه ده بوشه. فعلا در میجا که ما و شما میبینیم کلش از حاصلات قندوز است؟ بله هم زیادتر جای دیگه جای هم از بخیال میکم این پشت سر ماشاءالله می تربوز بسیار کلان کلان و خوبش مالی میشه. همی بگوهای فرا میگه بخیال. از بگوهای فرا. فرا بسیار خوب. و در چند روز از قندوز به کابل شما ای را میرسانین؟ بخاطر از اینکه بدبختانه میرای سالنگ هم خراب است نی؟ یه تو مریض کسی یقین بگو 2000 به خرج کردم به ازاف خوب شدم. دیگه یک روز اینه 12 بجه که ما از اوجه این موتر بار میکنیم صاحب، سوا 2 بجه در مندهی قندوز میرسیم. شو تا صبح رو میکنیم. مندهی قندوز یا کابل؟ مندهی کابل. کابل تقریبا دیگه یک روز یک شو میگیره. 24 ساعت دیگه میزنه. به خاطر که راه خراب است. دیگه محصول و مالیه باز سرش میه یعنی؟ سرش میه. چطور زیاد میه کم میه؟ اینجام فضل خدا قیما مردم فقط دو ایسه و یک ایسه است در شاروالی کابل هم. اوجم که مجای سایوه اوجم است اونا با چاریت میگیره ما مردم شریف هستن دیگه. دیگه در راه که میه چی مشکل خوب برتون؟ اینشالله این مشکل نیستن و دینمی شاروالی همجا که طریقش میگیره و خلاص دیگه کدام گپی نیست. کدام گپی نیست. بسیار خوب. دیگه ای هم از قندوز است؟ همین هم از قندوز. او هم از قندوز است. قیمتی از یا چند است؟ قیمتی از 120 و 25 رپس و قیمتی از اون هم 120 و 25 رپس. سیر 120 و 25 رپس. یک سیر هم دیگه 7 کیلو میشه. حالی زیادتر دوستا که خارج از کشور هستن سیستم های از واده که باز امرای ما فرق داره. خواهد بگویند که یک سیر شما چقدر میشه؟ 7 کیلو. یک سیر ما 7 کیلو میشه. بسیار خوب. بیا می تربوز فرارم ببینیم حاجی صاحب. ببین ماشاءالله بسیار هم تو کلان معلوم میشه. این باز چطور از مزدار هم است یعنی؟ بسیار خوش است. گرفته میتونی یعنی عمرت ماشاءالله زیاد است نی؟ اینه چی بگیریم چرا کم کنیم؟ یعنی این معلوم نمیشه زورت میرسه 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 بخاطر از اینکه کلان است. کلان است هیچ گپی نیست. امیگان تا سفید ریش های مانی کمی عمرشان زیاد شد باز میگه ما خود دست گرفته نمی کنم ضعیف است. او خدا نوازش نمی کنه تربیه نمی کنه برای قیمی میشه با مو هیچ معلوم هم نمی شه. تو باش که امیره به دوستانشان بودتی ماشاءالله. دیگه دا گور دوستانو دا خپل وطن حاصلات دا فرا ولایت دا بگوا بگوا میگن بگوا ولسوالی هست یا ولسوالی ولسوالی بگوا دا بگوا ولسوالی
حاصلات دي او ماشاءالله داسې غټ غټ ستر ستر بسیار سه بسیار ازیم کده دوانه کلان میشه ازی کدم کلان میشه میشه بسیار خوب دیگه ای رکه دا چه مات که دوستانونو هم داسې سری سری وی باش که بانه ما جیسه بالی او مختار استی یک ساعت هم میگی تا قدش میشه رای نسن خدا کنی یک ساعت هم زورش داری ماشاءالله باز دیگه تایت استی خدا مهربانه بسیار خوب تشکر جی صاحب بخیر باشی خوش شدیم با دیدارتان در کل جهان هم وطنای ما میبینتان گفتگی پیامی دارین برشون خب انشاءالله تعالی ما از هر کار و بار ما راضی هستیم خدا از کل اگه راضی باشه آمین دیگه تو مشکلی نیست راضی هستیم از همین دیکانی و از همین کار و خدا تشکر جی صاحب خوش شدیم با دیدارتان بخیر باشی شروع رو جور بخیر خوب استی بخیر صحتت خوب است وقت سات زندگی بخیر میگذره بخیر سلامت باشی بخیر بدین دوالا گبا دوستای عزیز ما خود ما رفیق اسم ما سمی لاس دیگه کار بارم دین مارکیده چی شد سمی اولا جان خوب استی صحتت خوب است این ای ام آمده نیکه تربوز و خربوزه خوردن البت خوش آمدیم تربوز و خربوزه آیی خوازر کس خوشش میگی شیرین از به او خاطر بله بله خو دا گوره دوستانو دا هم دلتا ده خوگو خطکو و هندوانو خوراک لپار راغله ده ظالم به ده پزه چی هندوانو و خطکو تا ورشی راغله زما فوگا باندی گرسی یه مسون مزار آمده هم رای از امی تربوز و خربوزه بسیار خوب دیگه خوب استین انشاءالله بخیر استین چی مصرفیت دارین در این مصرفیت مصرفیت ما اینی می تربوز میاد از مسون مزار شریف دیگه تربوز میاد از سون خوراز دیگه اینی میجه میاد مصرفیت ما بکنیم دیگه من مردم خودتان میارین یعنی با شما دیگران میارین کمیشنی میارم کمیشنی میارین بسیار خوب چند نوه خربوز از دیگه یک کلش یکسان است یعنی شما فعلا یک نوه است یک نوه است این خربوز کندوز است کندوز است دیگه این یک کندوز است این از مزار ببخشید یه از کندوز است یه از مزار اینی از مزار اونو از مزار است مزار است یه از کندوز بسیار خوبی سبز که ازانی مثل کدو هری از کم کنی بایی بایی زن شیرین تر است شیرین تر است یک هرگوزه بنام شکرپاره است که خیلی شیرین است دیگه نظر بکنه کجا است شکرپاره میگنا شکرپاره فعلا دیگه یک زن کمی آف دیگه مانا پیش بابه بابه این حجی صاحب داره حجی صاحب سلام خوب استی صحتت خوب است وقت ساعت زندگی بخیر میگذره زنده با یه بخشش میدیم آره نه صدای تا صدا دهی دهی صدای میگیریم نه ده کامره کامره با در نشان میده خب چی بگم ما بگم میشه دول با دوستای عزیز مامیالی کل وطن داره در کل جهان میبینه خدا معرفی کنی چی میکنی جا بخیر اینجا ما دکان داریم تربوز خربوزه میفروشیم تربوز و خربوزه میفروشیم از کجا کجای وطن آوردی از مزار نه از کندوز نه از بغلان نه از ایراد نه اینی تربوز خربوزه از همی چهار سمتی افغانستان میاد دیگه
کدام شیرین است زیاد؟ حالا کلیش هم اگر شکرپاره بیخی شیرین است. شکرپاره بیخی شیرین است. شکرپاره بیخی شیرین است. شکرپاره بیخی شیرین است. باش یک دونه را میاره. یا که بریم بی بی شکرپاره. یا که بریم اجی صاحب با ما در موجا نشانه میت. بخوریم هم یعنی اجی صاحب باز. خب پیسه خو میتیم بی پیسه خو باز مزم نمیتنی؟ بیا. این از خلانی است. این از خلانی است. جان نیست. یه از خلانی است که از کلش کده خوبی. اینی شکر پاره است. اینی شکر پاره است. این شکر پاره است. این شکر پاره است. با میدی؟ دا گور دوستانو ده شکر پاره پاره میدی. او بار که گشتم دی. نه ده گشتم خیر. بیغرازه دیگه. با میدی؟ اینی میشه. داد مزار شریف نرزی. نه داد. کندوز نه. کندوز ده چارداره ولسوالی سفرازی. دیر خاجی صاحب عمر دی سن رہے ہیں چیز هست تو فارسی بگو کنی چی میکنی میکتا ما مشکل نہیں سر دو زبان برات میگیم خب نہ ما ما بگو ما چی میگم تو چی میگی یک چند سال هستی چند سال هستی 90 سال هستی ماشاءالله امیال چند تا خربوزه را دست گرفته میتونی از دو تا میگیرم چهار تا ها بگیرم چهار تا ماشاءالله چطور بگی میخوای چطور مرا بچه بیا چطور ماشاءالله تو قوی مادی تا حال قوی این قوی است بیاد دیگه تو خلیص خوب بان یا کار خدا کنن کار کار خدا کنن چند سال میشه ده این 90 سالگی تنی چند سال میشه که خودت والا کارو بار میکنی یگان 60 سال میشه کارم میشه 60 سال میشه 60 سال ز بمر بابا کلان افتاده بسیار خوب ماشاءالله دیگه ماشاءالله خودت به نظرم زیاد خربوزه تربوزه خوری ها تو را میتونم تربوزه خربوزه ها غرفه هست جو برو قرار لیادم میسر پاک بشنه دوستان و عجی صاحب ده چی ماشاءالله عمر که هم دیر ده تقریبا نوی کال عمر ده او نپو ایگه ماسی غصه ده خبرم معلومه نده نو اس محال پا مونگ باندی ده خوندور خټکه غواړي وخوري ماد به کی اجي صاحبي جا به شي کی خوبیش به مارا خوبیش خواستی ماشاءالله بس لیدون کو کور دی ودان وی دا اجي صاحب چې ماشاءالله نوی کال عمر لري او د دوی په وینا شپې ته کال کیږي چې دغه د خټکو او انډوانو کاروبار کوي د می 6 سال کې خودت ماشاءالله می کاروبار میکنی به نظر تم شیرین تربوز و خربوزه از کدام ولایت و کدام ساحه ام قندوز نه بغلان نه شیرین از رقمش هست فرا می تو خبر تو خودت کدامش زیاد خوش داری که زیاد میخوری ولی نمی خوبش هست نمی خوبش هست ده کل خربوزه کل خربوزه گور دوستان وی پټول کی هغه خوندور خټکی دغه دی چې وسی ماتوی مونږ به خوندو ګور چې اجی صاحب یاد اگه میمانی آره ده گمش که بیا میشه خربوزه بخواه بیا میاین نمی ما و شما خلاص شون وام میاین میخورن گور دوستان و زمان دا جی سیب دوم را ملما پال سره ده لگ گپ و شپیم ده تو که تکالیم کهی او زبا خوندو گرم ده شکر پارا آه بیدی هرونی تو بخو چرا قمر ای چرا ای تو از جی سیب شیرین نیستی خو؟ این خو چیز هست؟ آدمی بلان کده شیرین سلام این خو دایی چیز پرتابتم بوره می پرتم دایی خو ما خو گفتم شیرین نیستی چطور بوره می پرتم؟ دم جویش بوره می پرتم واقعا بسیار زیاد شیرین است خو شیرین هستی خوبیش هست امرای او داد زمان که او میتینه نی؟ باز بوره میتین بوره می پرتم با جای کودی با جای کود بوره می پرتم کم کم در بخوش د سر په ځای دوی بوره ورکوي ماشاءالله ډیر خوندور نو مونږ به د دې خوند وګورو او حاجي صاحب به مخوري می خوري یعنی خود پیشه د سر چسب کسه بخو به خاطر ما هم یک نه خوردم زیاد خوردم شما بخوره کی خربوزه خوبیشه آن شما بیادر خودت خو خوردی چطور بود لذت بخش بود این خواجات خوردن مونه شیرین شکر بارا بیخی نام دارم قیمت های از چند از دهی روزا بازه جیسه؟ نه از اکسد هسته ها در کنیم سه از اکسد ها اما قیمتی خربوزه همی هست پیده؟ همیسته همیسته قیمتیش در کل جهان هم وطنهای عزیزی ما میبینید کدام گفتنی پیغام والا کدام گفتنی نداری خواهران باشی زنده با افغانستان و افغان شهر پرده کنید زنده باشی عزیزی خوش شدیم با دیدارتان لدون که
دا جی صاحب چې کور ودان راغ زمونږ د خبرو ترمنځ چې ورور سره خبرې درلودي غږ یې وکړ چې راشي دا خوندور خټکی در باندې وخورم. کور ودان تاسو یو څو تصویرونه وګورئ بیا به نورې خبرې هم ولرو. خلاص دلته تاسو ماشاءالله وینئ چې ډېرې ځوانانو ته د کار زمین هم مساعده شوې. کله چې دغه حاصلات دغه میوې تازه میوې دغسې مارکیټ ته راځي، نه یوازې دا چې مارکیټ کې هملته کوم ځای کې چې پالیزونو کې کروندو کې دغه حاصلات ترلاسه کېږي هلته دلته او د دې تر څنګ په لاره کې راځي، د دې له برکته ډېرې ځوانانو ته کاریګرو ته د کار زمینه مساعدېږي. او وس محل تاسو وینئ چې ماشاءالله څومره ډیر حاصلات سږ کال بیا هم د هندوانو او خټکو کړي دي او دلته دا بازار ته ښه صحیح ډک دی او هر دکان کې هر مارکیټ کې چې تاسو وینئ ډیرې ځوانانو ته پکې د کار زمینه مساعده شوې ده او داسې زیار کاږي. بې له زیاره خو بیا کار هم نه کیږي او حلال نفقه بې له زیار او کوښښه نه ترلاسه کیږي. دلته یو ورور لګیا دی، له دوی سره به خبرې اترې ولرو چې څنګه دوی دا کار اسانه دی او که سخته. باز هم سلام بیادر، خوب استی؟ بخیر. علیکم سلام، زنده باشی جان. صحت خوب است و اخصاد زندگی بخیر میگذره. شکر، زنده باشی. من حساب خودم میگیرم، اشتباه نشه. حساب تا برو مام امرایت میگیرم که از یادت نره. فعلا دا افت است یعنی؟ افت، رازو شده. دیگه اینه میشه که اکتول کدر رویسته. بسیار خوب. امی موتر چند ترازو خواد پر شو؟ امی فکر کو دا چل پینجا ترازو. دا چل پینجا ترازو. خوب. اسم مبارکت؟ اسم فریدون است. فریدون جان، خودت از کجاستی باز؟ من از ولایت لوگر هستم، از ولسوالی برکی برک، قریه پنده. بسیار خوب. چند سال میشه در مارکت خودت کار بودی؟ یارا یک 13-14 سال هم میشه. 13-14 سال. خودت چند سال هستی؟ به نظر مخت که 15 سال هستی. مرکتا. تقریبا یک 28 سال هستم. 28 سال هستی. دیگه نوجوان بودی که در مارکت خودت هم دید. مکتب هم نیاز اونم خورترکی نمیجاستی. از خورترکی هم میجاستی. چطور از کاروبار خوش هستی؟ شکر الحمدلله راضی هستم از کاروبار خود. زیاد کار در کدام وقت سال می باشه مثلا؟ کدام ماه؟ سیزنش از دیگه. اینمی سیزن. اینمی حالا دیگه سیزن شروع. بعد از اینکه خربوزه و تربوز خلاص شد باز چی میکنی؟ باز دیگه وقت سیب از دیگه دم لوگر سیب میخریم، کابل روان میکنیم، جلال آباد روان میکنیم. خو خودت دیگه بیخی مکتب نخوندی؟ مکتب شکر الحمدلله درس سواد دارم. سواد داری؟ تا صنف چند خوندی؟ تا صنف هفته مکتب. تا صنف هفته. چرا بازی لا کردی؟ والا دیگه نمیشت، اقتصاد ضعیف بود دیگه. اقتصاد ضعیف بود به خاطر مکتب نمیشت، بدبخت دانه. فعلا دیگه ماشاءالله ما که میبینم همیجا با زیادتر نوجوانا و جوانا زمینی کار مساعد شده. شما باز چه قسم حسابتان است؟ روزانه مثلا از چند ساعته است یعنی یک موتر است؟ نه از ما موترکی است، یک موتر در یک ساعت خلاص شد، در یک روز خلاص شد، در دو روز خلاص شد، اونمو حقوق ماست. خب یک موتر چند پر میکنی؟ این موترها را میتن 18 ساعت تنها به خود؟ نه باز ما 5 نفر شریک هستیم. آج دیگه با سر 5 نفر تقسیم میکنیم، 4 موتر، 3 موتر، 5 موتر دیگه تا بالا میشه. خوب، بسیار خوب. 5 نفر هستین. یک موتر می موتر تقریبا 18 صد افغانی. این موتر های کلان. خوب، این را خالی که میکنیم. مره چوچه دوستانو ددی ورور پا وینا چی دغه موتر
په 15 کسانو بالا کو بخیر نو 300 افغانی او په بدل کې خالی کوي او دا موټر نو ډیر لوی او ستر موټر دی د دې خالی کول واقعا چې ستونزمن دي مشکل لري ای دا چند ساعت باز مثلا که مت دوامدار کار کنی چند ساعت دی خالی ما کاستن چې نگر هستیم بازی ها کارگر هستن یا تقریبا دیگه 9 نفر هستن ما 5 نفر استاد هستیم که در روی زمین میچنیم مثل ازی خوب یا تول ترازو سر ما هستن بازو ها علایده ما نواده فکر کن که کار شروع شد در 2 ساعت شروع خلاص میشه در 2 ساعت خلاص میشه چطور است کار خوش است آ شکر الحمدلله راضی استم دیگه چی کنیم دیگه کاروبار سخت خونه است برتان سخت هم اگه باش عادت کردیم دیگه عالی دیگه عادت کردیم 3 بجه شب میخیزیم تا 8 بجه شب اینه میجه دیگه اینه می کار است 8 برکت نو برکت اینقدر زود از یادت میره نمیشه که داول مثلا بگوی نو باز تا آخره نه دیگه خویر باید تکرار کرده بری که خریدارم راضی باشه نه که در گوش از وام باشه نو وام بفهمه که چند حساب شده و فروشندان مثلا بخوام کلگی دیگه مسئولیت از باید صدا کنی بالکل که باز نگوی ولای خوافت بود چطور به نو خیزد بعضی وقتا هم تو میشه خو خیر دیگه بسیار کم وقتا تو میشه اینجا مثلا ای بازی تر خربوزه رو ای طرف چطور یا کس خشره است ده برکت ای خشره است ضعیف است کمی ضعیف است خورد است سرت دویش هستی تشکر با خیر باشی زنده باشی در کل جهان هموطنهای عزیزی ما میبینید گفتنی داری گفتنی دیگه ندارم خواست خوش باشن آرام باشن در کشور خود باشن خوب هستن غریب کاری در جایی که غریب کار کار کنه کار از برش چی در اینجا چی در خارج خوب است که در وطن خود باش آدم تشکر بسیار زیاد بیاد زنده باشید بخیر باشید تازه تکړه صحت مخده وخت سات ژوند په خیر تیری شکر ورسره ډیر مننه پهل کې که زمونږ لیدونکو ته ځانو پیژنې زه خپل مالک د کندوز په ولایت اوسیدونکی فلن دغه خټکو د ترکاری کاروبار کوم دا ډیر خپل د کندوز ولایت اوسیدونکی د کومې سیمې کومې ولسوالۍ د ولایت کندوز ولسوالۍ خپل د خار بندر د خانواتو ډیر ماشا الله چې خوشاله شو په لیدو باندې څومره وخت کېږي خپله دغه د خټکۍ او د دې تر څنګ د ترکاري کاروبار کوي دا خو ډېر وخت شو دا خو څه مالونه هم د خپل د زراعت د دخانې دي او نور مالونه هم څه اخلم څه اخلم لکه پیاز او کچالو یا رومي دا شیونه د کاروبار هم کوو سږ ښایسته وخت شو د کاروبار کومونږ ښه ډېر ښه او څنګه دي سږ کال خپله به کندوز ته ځي او راځي که نه حاصلات څنګه دي د خټکۍ ولته حاصلات شکر الحمدلله حاصلات ښه پریمانه دي سږ کال ډېر ښه حاصلات شوي دي خو نرخونه داسې برابر نه دي نرخونه ارزانه دي کوم د یقین چې کوم مصرفونه او کوم هغه کوي نو هغه نشي پوره کولی سږ کال بل د لارې مشکلات لکه سالنګونه د موټرو یو طرف ته دې خواته نه کابل نه چې ځي کندوز ته مثال خبره 10 روپۍ کرایه ده چې یې خواته راوړي 10 روپۍ کرایه ده د عمان په سر باندې دغه مشکلات هم دي بل د لارې بندېدلو لکه د سالنګ اوازې دي چې لاره بندوي که دا لارې بندې شي نو دخانکار به نور هم ضررې شي دې ته هم باید دولت اسلامي امارت توجه وکړي دخانکار مثال خبر کوم ضرر کوم مشکلات ونه ویني په آینده کې د سالنګ د لویې لارې په اړه لکه څنګه چې زه خپله څومره معلومات لرم د بیارغونې چارې شروع کیږي که نه او چې کله بیارغونه کیږي نو مجبور چې لارې بنده کی
په دې برخه کې ستاسو نظر مثلا څه دی؟ دې لارې دې برخه کې کل چیرې لارې باندې خو دې دیقانکار ډیر ضرر ویني، تجار ډیر ضرر ویني. مثال خبر ډیر ښه زراعت شوی دی، ډیر ښه حاصلات شوي، یعنې د نورو حاصلاتونه لکه غنم او بل شنه خو فایده یې ونه لیدله مسلمانانو. اوس دا خټکی دې مثال خبر پروس کالې په 130 روپۍ په 200 روپۍ منو، اوس 130 روپۍ په 100 روپۍ باندې یو من خټکی دلته، یعنې کوم مصرفونه شوي نن نشي پوره کولی دیقانکار. سالنګ لاره بدیلی لارې لري، پاغې لاره بس مشکل خو تاسو ته نه دا نور ترکاری باب لکه غنم یا بل شی بل شی راوړی شي، دغه خټکی ترکاری میوه بدیل لارې لارې خامۍ لارې مشکلې بیا نشي کولی. زما په نظر کنه دغه ژمي کې چې سالنګ بند شوی تاسو به هم خبرې تللی به لکه د بامیانو شیبر لاره چې ورته وي دغسې د پنجشیر خاواک لاره په دې لارو باندې به ستونزمنه وي کنه؟ هو هغه لار باندې ډېر مشکل ده. په هغه ژمي کې خو خټکی نه و، خټکی میوه خو په اوړي کې سیزن کې، نو اوړي سیزن کې چې دا لاره بنده شي خو داسې که بدیل لاره ورته پیدا کړي چې لاره اساسي که مشکل نه لري، مشکل نه لري. خو د خلکات مثال خبره ده، مشکلات ده، دغه مشکلات چې اسلامي امارت توجه کړي نو بهتره وي. خو واقعا دو ستونزو کې وزګیري وکنه، هم غواړو چې سرک جوړ شي او کچیر بیا سرک جوړیږي لاره بندیږي، او دلته د غزمون د دهاقینو د غزمون د بزګرانو څومره زیار چې کلی دی کوښښ کړی دی او بالاخره دغسې یو ښه حاصل ترلاسه کړی دی، بیا د دې لپاره چې تاوان کیږي که نه خلک تاوان کوي، نو مجبور چې مونږ هم همدغه غوښتنه ولرو چې فعلاً باید په لارې باندې کار شروع نه شي. بله بله، ښه خبر ده، ډیره مننه حاجي صاحب. نورې څه ستونزې لرئ لاره کې نه لرئ فعلاً؟ نه، نورې خو ستونزې نشته، شکر الحمدلله ښه امنیت دی، سر تا سر د افغانستان شپه ګرځي ورځ ګرځي، که مشکلات نشته، که چکپوینټونه دي، که نور کوم مشکل هغه دی، نو فقط دغه د لارو او د خرید و فروش دغه د قانون هغه د دیقانکار ته در مشکلات شته، دغه مشکلات او دغه لارې ته چې اسلامي امارت توجه وکړي انشاءالله که مشکل نشته دی. اسلامي امارت نه خلک او ولس خوشحاله دي، کنه انشاءالله کوم مشکل نشته دی. ډیره مننه. او د دې ترڅنګ بازار پاړک راته وایي چې دغه خټکی د افغانستان کومو ولایتونو ته ځي او د دې ترڅنګ بهر هم د افغانستان خټکی خو فعلاً لکه سمت شمال مزار شریف دی، کندوز دی، بغلان دی، ټول راځي کابل ته. هلته کابل مارکیټ ته چې راځي، اوس کابل مارکیټ بیرون ته کومه لاره نه لري، ټول افغانستان کې نور ولایتو ته ځي. که چیرې مثال خبره خارجي تجارت لرلی نو دغه دیقان مال ښه بیه ته ته اوس ګوره، د خټکی چې موږ تاسې ولیدل یعنی یو من هندوانه په خپله په کندوز ولایت کې په 15 روپۍ ده، 15-20 روپۍ کرا ده، چې رسېږي تقریبا 15-50 روپۍ تمامېږي، 15-50 روپۍ دلته هم ده. یو من خټکی ښه خټکی په 100 روپۍ 110-120 روپۍ ده اوس فعلاً، او دیقانکار نشي پوره کولی، کوم مصرفونه چې کړي نشي پوره کولی. ډیره مننه حاجي صاحب، ژوندی اوسي، څه پیغام وینا لري ټول وطنوال دی ویني. بس وطنوال ته موږ دا پیغام ده چې کوم مشکل نه رو، خو دغه مشکلات چې موږ وویلې روغ جوړې، کوم مشکل نه رو، خوشحاله اوسي حاجي صاحب، کور ودان چې موږ ته دې معلومات راکړي. تاسو نه مننه، خیر سي، مننه. لیدونکو، تاسو د کابل ښار د تیمنی په سیمه کې دغه د تازه میوې مارکیټ ولیدلو، په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړل، په انځوري تصویري بڼه مو وکتلو. ماشاءالله زه چې دې مارکیټ ته وینم او دا حاصلات وینم، دا هندواڼې او خټکی په دې اندازه په دې کچه وینم، نو حاصلات ډیر دي. خو له بده مرغه چې تل چې مونږه اوریدلی دي اورو، دغه خبره ډیره ده چې بازار یې صحیح نه دی او خلک یعنی ښه ګټه نه کوي. دا ځکه چې بدبختانه مونږ سړی خونې نه لرو، که چیرې مونږ سړی خونې درلودې او د دغې تازه میوو ساتنه مو پکې کړې وه، په میاشتو میاشتو به هم ته برخمن وو، هم به بازار ښه وو او هم به زموږ وطندارانو ته ښه ګټه رسېدله. نو هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي، تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د 100 کال آباد افغانستان په هیله، د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. لخ کول ویډیوګان څخه خوان واخلئ.